درود، وقت شما بخیر. به این مجموعه خبری خوش آمدید. من بیژن آریان هستم. شماره از عالمان دینی در بلخ طی نشستی از گروه طالبان میخواهند با دولت و میز مذاکره نشسته و رو در رو مذاکره کنند. به باور آنان برای تأمین صلح در کشور حکومت افغانستان و مخالفان باید پای میز مذاکره حضور یابند و خواسته هایشان را مطرح کنند. اینجا در شهر مزار شماری از عالمان دینی گرد هم آمدند تا از طرف های درگیری جنگ افغانستان بخواهند از جنگ دست برداشته و صلح کنند. با باور عالمان دینی در صلح خیر نهفته است و گروه طالبان باید با دولت افغانستان برای رسیدن به این هدف به گونه مستقیم وارد گفتگو شود. ابهامات پیچیده ای وجود داره به این صلح، به دلیل اینکه این خانه مشترک ما افغانستان است و تمام مردم حق داره که باش شریک ساخته شود و صلح واقعی نیست که عدالت پیاده شود و حق هر کسی به کسی داده شود و نشود تمام ارزش ها فدای خلاصه خاصه اونان قرار بگیرد. عالمان دینی در بلخ به این باورند که برای تأمین صلح در کشور یگانه راه منطقی و کارآمد گفتگوی مستقیم طالبان با دولت افغانستان است. هر شرایطی را که دولت میمونه قبول کنه و همچنان خواهش ما از دولت همیست که هر شرایطی را که طالبان میمونه باید دولت هم قبول کنه. خیره، چرا این شرایط درست که به نفع نیست؟ صلح به نفع است. الله چی میگه؟ و صلح و خیر. مگر میشه یک طرف اصلا در میز مذاکره صلح نباشد؟ اون طرف به تنهایی بیاید با کسی که اصلا در این مسئله دخیل نیست صلح به وجود بیاید؟ نه. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز پس از پایان نشستش با طالبان اعلام کرد که اگر روی مذاکرات بین الافغانی و آتش بس همه جانبه با طالبان توافق نشود، روی مسائل دیگر توافق در کار نخواهد بود. ولی سرپل میگوید گروه طالبان در بخش های زیر ادارهشان در ولسوالی های کوهستانات، سوزمقلعه، سیاد و مرکز سرپل چندین پایگاه ایجاد کردند. بیشتر از این در گزارش. گروه طالبان در چندین ساحه ولسوالی کوهستانات، کتقلای ولسوالی سوزمقله، منطقه لغمان در مرکز سرپل و همچنان در ولسوالی سیاد پایگاه های ایجاد کردند. عبدالقادر آشنا والی سرپل با تایید این موضوع میگوید مخالفان از این پایگاه ها برای آموزش های نظامی استفاده می کنند و در هر پایگاه دو یا سه آموزگار خارجی فعالیت دارد. با این حال او از اتخاذ تدابیر جهت تخریب این پایگاه ها توسط قوای هوایی اطمینان می دهد. تسوز مقلاس، کتقلاس و لقایه لحمان است. این به دست مخالفین قرار دارن. اونموجا قرار شمیدگی ما اطلاع واصله. اونموجا پایگاهشان و تربیهویشان اونموجا موجود است. ما دقیق راپور نداریم. گفتن ده هر قرارگاهشان، ده هر جایی که تربیهگیشان دو الا سی نفر هستن. اینا از کدام کشورها هستن؟ کشورهایی که ما شما میفهم مخالفین تجهیز و تربیه میکنن کشورهای همسایه است. در همین حال صلاح‌الدین چریکزاده عضو شورای ولایتی سرپل از ایجاد پایگاه های نظامی طالبان و احتمال حضور داعش در ولسوالی کوهستانات سرپل و در زابجودجان نگران است. گروه داعش در ولایت سرپل کم کم داره جایگزین شوه و بدیل مخالفین مسلح که طالب بود و او هم میخواهند که درجه یک مشکل را ایجاد بکنه و پایگاه های نظامی خود را اینجا اینا خلق بکنه و ایجاد بکنه تا اینکه یک دردسر برای مردم داعش جور شود. فعالان مدنی سرپل نیز گسترش فعالیت طالبان در سرپل را برای مردم شمال نگران کننده می دانند. آنان می گویند در صورت بی توجهی حکومت مرکزی و امنیتی شمال بدتر خواهد شد. پایگاهی که توسط طالبان ساخته شده، این پایگاه خطرش متوجه تنها سرپل چه متوجه صفات شمال شده می تانند. این اونجا پایگاه امن به خاطر تربیه، تعلیم
نظامیان گروه طالبان است که اونجا اگر او ادامه پیدا کنه، گسترش پیدا بکنه و اگر جلوش گرفته نشود توسط حکومت مرکزی، این در آینده مشکلات را در صفحات شمال به بار خواهد آورد. بر بنیاد گزارش ها، 6 پایگاه نظامی در ساحات زیر دره طالبان در ولسوالی های کوهستانات و صیاد سرپل و دره میرزا اولنگ فعال است که به مکان امن برای طالبان مبدل شده. در ادامه عملیات ولید 34 در ولسوالی چهار بولک تلفات سنگینی به مخالفان مسلح دولت وارد شده است. عبدالرزاق قادری آمر امنیت فرماندهی پلیس بلخ میگوید که در تازه ترین درگیری ها 21 طالب به شمول 3 فرمانده آنان کشته شدند. پس از وخامت اوضاع امنیتی در ولسوالی های چهار بولک و چمتال بلخ، نیروهای مشترک عملیات را زیر نام ولید 34 در این مناطق راه اندازی نمودند. به گفته مسئولان در تازه ترین مورد این عملیات 36 مخالف مسلح دولت به شمول چند سرگروه طالبان کشته و یا زخمی شدند. عبدالرزاق قادری آمر امنیت فرماندهی پلیس بلخ میگوید نیروهای شامل عملیات در حال تصفیه و تلاشی ساحات پاکسازی شده و افراز قرارگاه ها در مسیر شاهرای شماره 1 بلخ هستند. 21 تن از افراد دشمن به شمول 3 تن از سرگروپاشان به نام های اسماعیل مشهور به میوند، زلمه مشهور به انزله، ارشاد کشته و به تعداد 15 تن از افراد دشمن به شمول جنتگل سنگری، یک تن از سرگروپان مشهور طالبا شدیداً مجروح گردیدند. آقای قادری میگوید وضعیت امنیتی ولسوالی های چمتال و شولگره قناعت بخش است و نیروهای تازه نفس از مرکز ولایت به این ولسوالی ها اعزام شده است. وضعیت چمتال و شولگره به فضل خداوند خیلی خوب شد. شب گذشته با اعزام نیروهای کمکی از مرکز فعلا وضعیت هر دو ولسوالی در کنترل ماست. در دو نقطه که ما مشکل داشتیم، در بوزنه قلعه و در ینگ قلعه ولسوالی چمتال، کاملا مشکل برطرف شده. فعلا نیروهای مشترک و نیروهای ریزرف ما در دو ولسوالی اعزام شده، فعلا در محل هستند. آگاهان امور وضعیت امنیتی در چند ولسوالی ولایت بلخ را نگران کننده دانسته میگویند پایگاه های نظامی در این ولایت فعال است، اما عملیات های کوتاه مدت نیروهای امنیتی برای تامین امنیت ساعات ناامن کافی نیست. متاسفانه هر رسگاهی که ما شاهد یک سلسله اقدامات از جانب نیروهای امنیتی مثل قلوردوی شاهین، قماندانی امنیه و ریاست امنیت بودیم، اینا تحرکاتشان مقطعی هست. جان باختن 4 نیروی امنیتی در جریان درگیری ها در 4 بولک از سوی مقام های امنیتی بلخ تایید می شود. این مسئولان میگویند بیشتر مخالفانی که در برابر نیروهای امنیتی در بلخ میجنگند از ولایات شمال و شمال شرق وارد بلخ شدند که در میان آنان جنگجویان خارجی نیز شامل است. در یک عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی در ولسوالی خان‌آباد کندز 11 طالب کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در میان کشته شدگان 3 فرمانده طالبان نیز شاملند. این ریاست می‌افزاید که در این عملیات 3 ذخیره‌گاه مهمات طالبان منهدم شده و روستاهای نیکپیها، کلینیک، سید رمضان، آبگرمک و جنگباشی ولسوالی خان‌آباد از وجود دشمن توسط این نیروها پاکسازی شدند. اما در فاریاب مقام های امنیتی این ولایت از بازداشت 3 تن به اتهام فروش یک خانم در شهر میمنه خبر می دهند. مسئولان می گویند این اشخاص یک خانم 35 ساله را از شهر شبرغان به میمنه انتقال داده قصد داشتند وی را به یکی از باشندگان این شهر به فروش برسانند. سه مرد به جرم فروش یک زن در شهر میمنه بازداشت شدند. سخنگوی پلیس فاریاب میگوید اشخاص بازداشت شده باشنده های فاریابند که یک خانم 35 ساله را از ولسوالی اندخوی جوزجان با خود به میمنه آورده قصد فروختن وی در بدل پول نقد را داشتند. به گفته سخنگوی پلیس فاریاب، خانومی که این افراد قصد فروش وی را داشتند نیز مورد بازپرسی قرار دارد که گفته شوهرش معتاد است و با رضایت خود با این اشخاص به میمنه آمده.
گیر میخواستن که با فروش برسانند در شهر میمنه که شب گذشته خوشبختانه در اثر سعی و تلاش پرسنل همیشه بیدار مبارزه با جرایم جنایی ما در تشریک مساعی با حوزه سوم امنیتی پلیس ولایت فاریاب اینها بازداشت شدند. با گفته های خود خانم شوهر و پسر هم داشت، شوهرش متعهد به مواد مخدر بوده و این خانم که ما به خواست خود با اینا آمده. از نزد افراد بازداشت شده مقدار سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده و تحقیقات پلیس برای روشن شدن این قضیه جریان دارد. و گفته سخنگوی پلیس فاریاب، در جریان سال جاری بیش از 30 قاچاقچی و فروشنده های مواد مخدر توسط پلیس این ولایت بازداشت شده اند. معاون شورای ولایتی فاریاب از بیجا شدن بیش از 20,000 خانواده طی سال جاری سخن زده، می گوید که این خانواده ها با مشکلات جدی روبرو اند. با این حال سخنگوی پلیس فاریاب از توزیع مواد خوراکی و پوشاک برای 300 خانواده بیجا شده از سوی مقام ولایت و پلیس خبر می دهد. برای 300 خانواده بیجا شده در ولایت فاریاب از سوی مقام ولایت در هماهنگی با نهادهای کمک رسان توسط نیروهای امنیتی مواد خوراکی و پوشاک زمستانی توزیع شد. سخنگوی پلیس فاریاب میگوید در جریان یک هفته اخیر وضعیت زندگی 600 خانواده را بررسی کردند که برای دیگر خانواده های نیازمند نیز کمک رسانی خواهد شود. ما پیشنهاد خود را داشتیم به مقام ولایت و ما توانستیم که برای 300 فامیل امروز ما مواد خوراکه و پوشاک گرم زمستانی که تشریک مساعی با نیروهای دفاعی، پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی ما اینا را برای 300 فامیل ما توزیع کردیم که انشاءالله ما پلانهای دیگر هم روی دست داریم که تا بتانیم که بیشتر از این کمک ها را هم برای بیجا شدگان خود و همچنان برای او این از ماجرین خود ما کمک کرده بتانیم. سردی هوا، فقر اقتصادی و مسدود بودن شاهراهای شماره 1 و شماره 2 فاریاب زندگی مردم و بیجا شدگان را با دشواری های روبرو کرده. سبقت الله سیلاب، معاون شورای ولایتی فاریاب میگوید از آغاز سال جاری تا اکنون بیش از 20,000 خانواده از نقاط مختلف این ولایت بیجا شده که ثبت ریاست امور مهاجرین فاریابند. راه های شاهرهای نمبر 1 ما کماف سابق مسدود هست. کسانی که کارمند حکومت اگر هستند به هیچ قیمت نمیتونن از این مسیر عبور بکنن و اگر هم بکنن از رویت بسیار بسا ناچاری که مریض باشن یا کدام کار بسیار جدی پیش آمده باشه و او هم بازی با حیات فردیشان هست که اکثرا دیفلتر با جان جور عبور کرده نمیتونن. همچنان شاهرهای نمبر 2 ما مشکلات کماف سابق باقی است. ولسوالی های سیگانه ای که در سلسله تربند ترکستان واقع است، نیمه از بدنه پشتونگود، گرزوان، کویستان، بلچراغ، این هم همچنان راه ها کاملا مسدود است. زیر سلطه طالب هست و برای کارمندان دولت عبور و مرور از این مسیر خطرناک است و خالی از خطر نیست. معاون شورای ولایتی فاریاب تاکید دارد که حکومت جهت تهیه ادویه برای بیجا شده ها، لباس گرم زمستانی و فراهم نمودن مواد خوراکی و سوختی باید توجه بر اثر برفباری ها در ولسوالی سیاگرد پروان راه های مواصلاتی 9 دره در این ولسوالی مسدود شدند. نورا قاسمی ولسوال سیاگرد میگوید از دو روز به این سو برفباری های سنگین توأم با طوفان در این ولسوالی ادامه دارد و این بارندگی ها سبب شده است که راه های 9 دره این ولسوالی با مرکز مسدود شود. با این حال آقای سامی میگوید سردره فندقستان، دره سیدان، یخدره، تیخان، وازغر، چیلان و دره تنگ از روستاهایی هستند که از دو روز به این سو راه های مواصلاتیشان مسدود گردیده است.
سیف الله پوپل که به تازگی به صفت رئیس دادستانی استیناف بلخ گماشته شده میگوید از هیچ زورمندی حراس ندارد و قانون را بالای همه یکسان تطبیق خواهد کرد. دو هفته از آغاز کار سیف الله پوپل به صفت رئیس دادستانی استیناف بلخ میگذرد. آقای پوپل میگوید با آغاز کارش نخست از وضعیت زندانیان بلخ دیدار کرده و هیئت را گماشته است تا پرونده های زندانیان را بررسی نمایند تا به پرونده های زندانیانی که به آنان بی‌عدالتی شده رسیدگی صورت گیرد. نظارت داشتیم از معبس ذکور، از معبس یوناسیه ولایت بلخ در قسمت رسیدگی به دوسیه های معبوسین. اگر عیاناً آن را از معبوسینی که دوسیه از او دولت بی سرنوشتی قرار داشته باشه یا ایست که کدام بی عدالتی در قسمتی از او صورت گرفته باشه، در قسمت دوسیه های از او حیات تعیین کردیم از طریق سالان آسیبا. انشالله او زیر کار است. با این حال حضور زورمندان محلی و پشتیبانی آنان از مجرمان از نگرانی های بلخیان است. اما آقای پوپل میگوید قانون را بالای همه مجرمان یکسان تطبیق خواهد کرد و از هیچ زورمند هم حراس ندارد. هر کس که مرتکب جرم میشه او خب با اون قسمی که مرتکب جرم میشه او تلاشای خود در قسمتی یه می داشته باشه که سر ما اعمال نفوذ بکنه یا فشار وارد کنه، ولی ما سارنوال هستیم، مستوار عدالت هستیم. ما به هیچ قوم، به هیچ سازمان، به هیچ حزب وابسته نیستیم. اصل ما اصل بی‌طرفی است، تطبیق قانون است، تأمین عدالت است. در این عرصه ما از هیچ کس حراس هم نداریم، یک قدم هم پشت سر نمیگذاریم در تطبیق عدالت و حاکمیت قانون. در همین حال بلخیان از نهادهای عدلی و قضایی میخواهند مجرمانی که از سوی افراد زورمند پشتیبانی میشوند شناسایی و با آنان برخورد قانونی نمایند. از اولین سال روز در گذشت تاج محمد سرپولی یکی از آوازخوانان محلی کشور در شهر شبرغان بزرگ داشت به ملامت. بیشتر از این در گزارش. تاج محمد سرپولی یکی از آوازخوانهای محلی ازبک زبان در جوزجان بود که سال پار در اثر بیماری درگذشت. شماری از شاعران و نویسندگان جوزجان برای یادبود از تاج محمد سرپولی در شهر شبرغان گرد هم آمده از مشکلات موجود صدراه هنرمندان در این ولایت سخن می‌زنند. بر فعلا به هنر هیچ امتیاز هیچ کس توجه نمیبرند، از بابت مقاما، از بابت سرمایه دارا، هیچ به ورثه هنر هیچ در فرهنگ شدش متوجه نمیشه. مشکلاتی که فرهنگی ها شاعران نویسنده داره از نظر امکانات اقتصادی بسیار ضعیف هستند، هیچ نوع امکانات و هیچ نوع حمایت هایی نداره. می خواهیم که حداقل حمایت شوند، شاعران زمینه مساعد شود برشان و از امکانات خوب برخوردار شوند. در این برنامه همچنان دو اثر نویسندگان جوزجانی به نامهای دردانه خفته در دل خاک و قاشقلر سلطنتی رونمایی گردید. رئیس اطلاعات و فرهنگ جوزجان میگوید بودجه کافی در اختیار ندارند، با آن هم برای رفع مشکلات شاعران و نویسندگان میکوشند. تلاش داریم تا به همکاری وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ و سایر نهادهای زیربط ما در قسمت تدوین چاپ و به دسترس قرار دادن آثار علمی هنری هنرمندان و نویسندگان و شاعران و فرهنگیان عزیز ما تلاش هایی داشته باشیم. تاج محمد سرپولی بیش از 50 سال برای رشد هنر و فرهنگ فعالیت داشت و از او بیش از 2000 آهنگ به شمول 400 آهنگ تصویری به جا مانده. تا درود دیگر، بدرود.